منم الا خوابیدیم، اونا همشون تا 5 روز بیدار مونده بودن. دونسته بودی سری پیش کجا رفته بودی؟ اصلا کارش خوب نبود. صحبتونو بگو. فقط تو مشهور نمیزنم. سلام بچه ها، من اومدم با یه ولاگ جدید. این ولاگ ذره متفاوته چون شما دیگه انقدر با من صمیمی شدیم. من دوست داشتم شما رو با ابعاد دیگه خودم آشنا کنم. وقتی که با دوستم میگذرونم شما هم کنارم باشین. الان امروز من دارم میرم دنبال دوستم، یعنی کلا دیشب که من خونه اونا بودم چون مامانشون چند روزی نیستن، رفتن خونه توی محلشون. بعد دیگه من همش مثلا با دوستم با هم بودیم و منم امتحانای دانشگاهم هی درس بخون و این داستانا و اینا. خلاصه براتون بگم که یهو تصمیم گرفتیم که الان بریم بیرون با هم دیگه بیرون نهار بخوریم، بعدش هم من برم خونه اونا یه کاری انجام بدیم. خیلی بکنم ولاگ بامزه‌ای بشه و متفاوت. نمیدونم اصلا خوشتون بیاد یا نه، ولی خب گفتم شما رو هم مهمون خودمون کنم دیگه. به هر حال همیشه که نمیشه من توی جمعای خانوادگی و اینا باشم. تا آخرین ولاگ همراه من باشین. بیاین ببینیم خب چه بلایی سر دوستم بیارم. لایک کامنت سابسکرایب بهتون نده. خیلی دوستتون دارم. راستش دوست من چند وقت دیگه میخواد بره به یه عروسی. بعد من همجی صحبت میکنم، من واقعا هیچ مثلا آمادگی یا هیچ اطلاعاتی، هیچ حرفه‌ای تو زمینه آرایش و اینجور چیزا ندارم، ولی خودش به من گفتش مثلا خیلی خوب آرایش میکنی و این حرفا. گفتم که اگه میخوای مثلا حالا آرایشگاه نری و خیلی مثلا حالا سرساده باشی و این حرفا، بیا من آرایشت میکنم. گفت باشه پس خوبه مثلا عالی میشه و این حرفا. بعد من خودم یه ذره مثلا نمیتونم ریسک کنم، بهش گفتم بیا یه روز زودتر قبل از جشنتون من امتحانی تو رو آرایش کنم ببینیم اصلا خوب میشه یا نه، که حالا امروز میخوام امتحانی آرایشش کنم. حالا من نمیدونم، یه چیزایی تو ذهنم گفتم یه ذره فان قضیه رو زیاد کنم، مثلا یه ذره آرایشش رو عجق وجق کنم، رنگی پنگی کنم و اینا، ببینم ریاکشنش چیه. حالا نمیدونم واقعا، شایدم واقعا جدی سعی کردم خوب آرایشش کنم. در هر صورت که من هیچ مهارتی توی این زمینه ندارم، ولی کلن فکر کنم بلاگ باحالی میشه. خودش حالا اصرار کرده، گفتش که خوب میشه، تو خوب آرایش میکنی و این حرفا. بریم یه بلای سرش بیاریم دیگه. بریم دنبال راضیه که منتظرمه. الان فکر کنم دیگه عصبی بشم به خاطر بلاگ زدیه کردم. بریم دنبالش با هم دیگه، بریم بیرون یه نهاری بزنیم و برگردیم خونه‌شمون. زنگ زد یا اینجا هوا خیلی گرم شده، یعنی اصلا نگم براتون چقدر گرمه. واقعا اصلا چرا یه اینجا شد. بعد یه چیز عجیب، تو همین چند روز پیشا هوا اینقدر خونک و سرد بود، ما همه مونده بودیم چرا هوا بهاری نمیشه، هوا همش پاییزی و سرد بود، یعنی بارون میومد مه بود فلان بود، یه ها هوا گرم شده وحشتناک. اصلا امسال ما هوای بهاری نداشتیم واقعا، شاید بگم در حد یکی دو روز هوا یا زمستونی بوده یا تابستونی. بریم برسیم. یکی دو روزه همش درگیر بودم، یکی دو روزه که یعنی چند روزه درگیرم، یکی دو روزه بیشتر. یعنی مثلا اینجوریه که نه که کلن بشینم یک سر درس و اینا، ولی به محض اینکه تایم خالی گیر میارم، به محض اینکه مثلا بیکار بشم و اینا، به جای اینکه برم توی اینستاگرام و یوتیوب و اینا، کلا یک سره دارم درسمو میخونم. بعد گفتم ازتون معذرت میخوام اگه وقت مثلا کامنت ها رو این چند روزه سعی کردم ببین تقریبا اکثر کامنت ها رو جواب بدم، ولی اگه یه سریشون بی جواب مون، من واقعا وقت نکردم آنلاین شم دیگه. امروزم باید حتما مثلا گفتم که حالا داریم با هم دیگه وقت میگذرونیم با دوستم، براتون بلاگ بگیرم، چون دیگه فعالیتم هم خیلی کم شده توی یوتیوب به خاطر همین امتحانا. بعد اینکه امیدوارم حالا شما اولا راضی بشین یا اینکه ناراحت نشین از اینکه کامنت ها رو به بعضی رو بی جواب داشتم، حتما سر فرصت میشینم همشون رو با حوصله
میدم. دوست ندارم مثلا یکی برام کامنت بذاره من با یه دونه مثلا کلمه ببندم داستان. دیگه خلاصه میخواستم میگم که دوست ندارم مثلا کامنت هایی که برام میذارین با یه کلمه جواب بدم، براشون وقت میذارم دونه دونه همه کامنت ها رو با حوصله جواب میدم. در باز کنم گفتم شما هم ناراحت نشین اگه جواب ندادم، گذاشتم واسه وقت مناسب. چرا عصبانی؟ بس داشتم دیگه میومدم دیگه چیکار کنم. گفتی منتظری هم. منتظری بودم واقعا. ایشون هم اومد دیگه، داریم میریم یه جایی. کوله رو بزن کوله لندر بینیم میشتم پیرای دستی بسیسون خریده بودن گوشم میرم. ایشون هم اومد سوار شد. سلام. آره راضیه دیگه، همه توی میشتاسینش دیگه. بریم با هم دیگه، میخوام برای یه جایی. راضیه روشه میخواییم بریم مریدم، میخواییم بریم یه دور بزنیم برگردیم. آخه تو مشغول میزنی. نه به خدا مشغول نمیزنم. آخه میگی میخوایم یه جایی. من اصلا معنی به نظر کجا؟ ما اومدیم نشستیم اینجا قهوه بخوریم. سفارشمون هم دادی. نمیدونم چرا راضیه رو میبینم کلا قدرت تکلم هم میره پایین. میخندم. اصلا کلا از شخصیت جدی خودم در میاد. روزی چی شده؟ کار خودتو کردی، منو خندوندی، الان جدی نشستی اینجا. برامون توشی اینا هم آوردن دیگه، منتظریم قدم برسه گوشتمونه. چیزی نهی بردن خیلی نزدیک به منی. آره بنده سم اینجا چشم بنده سم. دم کردیم تا چایمون دم بیاد. ما هم رازیه رو آرایش کنیم، اصلا اینقدر سریع دیگه آرایش نمی کنم. بس ازش چایی میخوریم. آره بله. الان بریم شروع کنیم. آره خانم چه سبکی دوست داری آرایش کنم؟ مینا جون بزنیم به آرایش گرم یه کار کنم. مشتری عزیزمون خب نامزده قبلیش خب داریم امشب عروسی میکنه با دخترمش. ایشون دعوته میخواد بره اونجا بر حساب آقا داماد برسه دیگه، آقا دامادو پشیمون کنه. مثل این آرشگره که تو اینستاگرام میذاره. وای آفری میذارن امشاره. از اونجایی که من مهارت خاصی در این زمینه ندارم دیگه یه ذره خلاصه تر براتون میذارم، با جزئیات نمیذارم. الان میخوام شروع کنیم. ایشون اصلا پت میخوام معرفی کنم. ایشون بهش کن، بهش شروع کنیم بابا دیگه نیم پس صحبت کنیم راجبش. بابا چی کار دارم؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خانم معلم، ما میخوام امتحان کنیم. بعد با این قیافه رو زیبا بری سر کار. آج میکنم این با خیلی خیلی دوستان ببست شما اندازه این نزنی مثل جارو برقی اینجوری کنیم. اگه خودم نمیدیم من رویس چه بلایی سرم برمیم. خب
از من پرسیده بودی خواستم راضیه کرمه چیه و اینا خواستم میگم کرمه من دیوی داره چون قشن رفتار میکنه کرمه برای زیاد نمیزنم چون فکرم تو کنه زیاد آره کرمی نیستی آره کرمی ندارم بسی آره شده نشسته بودی زنده افتا بدن دیر نمازده نه نه اصلا زنده افتا هم بی رنگه بابا فقط روژه لب هم دستمال رو بردم پاک کنم آره شنگه گفتم که تو مولد نردی یه تیکه هم خب مگه قیافه هم نردی روژه لبشو پاک نکرده بودن و من دوباره پاک کنم کیسی که داریم میبینیم متاسفانه پوستش مشکل داره کرم رو پوستش نمیخوابه مشکل از آرایشگر نیست ولی این مشکل از آرایشگر بود چی؟ مثلا کرمی نیستم کلا تو قهوه‌ای صدا همون میفته به خاطر صدای خود به سویش برم میشه منو نگاه کنی منو گفتی اون بر نگاه منو نگاه کن من ببینم دارم چه رنگی میکنه حجمش خیلی بالا بود هم قیمتش خیلی خوب بود که خود خوب درمیش این یه دیگه رو من سانسور کنم چرا سانسور کنم؟ حالت تدافعی همینه دیگه آرایش من همینه حالا چه خوب که بر حالا جنس پوست رو باید فرق میکنه من الان کرم هم با توجه به پوست خودم هرچی میکوبم نمیره تو برم ببینم نه اوکی چرا ببینی؟ آخر شده هشت در اومد خوب یا بخ بزنی بگم ما با دوستامون رفته بودیم رو هشت کنه یکی از دوستامون میخواستیم شب بمونیم دبیرستانی بودیم قضا کنه زنگانی من میلو داشتیم شام میخوردیم یو اصلا ناخداگاه دوتامون خندمون گرفت بعد سر یه چی خندمون گرد و هی میخندیدیم در حدی که قضا نمیتونستیم بخوریم اینقدر که خندمون میمد نمیخندیم بعد دیگه با بچه ها دور هم جمع شده بودیم داشتیم مثلا فیلم نگاه میکردیم یا حرف میزدیم بچه ها گفتن پس امشب زود بخوابیم که صبح زود بلند شیم من و ملینا قور که بابا یه بار دور همیم چرا میخوایم بخوابیم بیدار بمونیم همون دقیقش همون اولش من و ملینا خوابیدیم اونا همشون تا پنج روز بیدار مونده بودن همیشه هم همینجوریام میگم بیدار بمونیم بعد اون شبایی که میخوام زود بخوابم من همیشه اینجوری حرفه‌ای کار میکنم ماشاءالله اصلا دراشه انگشت دونسته بود بودیش رو سری پیش کجا رفته بودی اصلا کارش خوب نبود سر کوچه اون همیشه همجا هزار بار بهت گفتم مراسم داری بیا پیش من از این بعد هزار بار بهت گفتم مراسم داری بیا اینجا من آرایشت کنم گوش نمیدی که از این بعد دو تا مراسم در پیش داریم یه ذره من ببخشید یه وقتی خراب کنیم من با انگشتم موضوع حل میشه کی خودش اینطوری میسپره دست هیچ کی جز من اینا رو نمیکنه چون آرایش فقط یه مدل بلدم و خودم آرایش میکنم الان احساس من آرایشش کنم شبیه من بشه
فقط تفهم میگم کرمت یه ذره پوست ننشسته، اونم به خاطر همونیه که تو دوربین رو نگاه کن از تو آینه عالی شد. ببینم تو دوربین ببینم چه شکلیه. موهاتو مرتب کن، الان میم از جلو باز ازت میگیرم. اینم از این. خیلی خوب شدی، عالی شد. خوبه؟ آره از زاویه مختلف نیمرخ شو. پایین نگاه کن. خانم از آرایشگرتون راضی بودین؟ بله خوب بود، دستشون درد. چشماتونو ببندین. به به چی شد؟ احساس غریبه. امیدوارم که عروسی که داریم میریم بهتون خوش بگذره. خیلی خوب شد آرایش. حیف دیگه، اینم آرایش شده بابا برم بشورم. نه چرا بری بشوری؟ اوکیه که حالا امروز اینجوری برو مغازه. چقدر خوب شدیم از میکاپ راضیه جون که من دیگه مسخره بازی در نیاوردم، گفتم بذار حالا هر چیزی که بلد بودم اون روش اجرا کردم. یه ذره اون وسط البته شوخی کردم باهاش، ولی خوب شد تقریبا. نه از یه آدم بی تجربه همین اوکیه دیگه. آره بابا تفریح اوکیه دیگه. خوب شد. چشتو ببند، شاین تکون بخور اینوری. خیلی خوب شد، مبارکتون باشه خانم، خوش بگذره. ممنونم ازتون. خب بریم زنگ بزنیم آقا دوماد بیاد ببینتتون. خب کار من دیگه تموم شد، یه چای بخوریم استراحت کنیم و بعد پاشم برم خونه. دوستم میخواد بره مغازه، مشتری داره. خب دوستان همجور که میبینین اینجا مغازه دوستمه، دیگه اومدیم پایین با هم دیگه مغازهش باز کنه. آرایشش هم شو سیزه تغییر داد به خاطر اینکه اونجوری نمیتونست بمونه، خیلی دیگه آرایشش مجلسی بود. الان دیگه من گفتم بیام یه ذره پیشش ازش خدافظی کنم برم خونه. بازی راضی بودی دیگه؟ عالی. خب بچه ها من اومدم خونه. بعد اینکه باید بهتون بگم الان میخوام برم یه دوش بگیرم، یه ذره حال و هوام عوض شه. دیشب تا صبح بیدار بودیم، واقعا خوابم میاد. برم یه ذره سرحال شم، بیام بشینم هم پیانوم تمرین کنم هم درسم بخونم. مرسی از صبر و حوصله‌تون، این مدت با هم همکاری کردین. من به خاطر امتحانام نتونستم فعالیت خوبی داشته باشم، ولاگم احساس میکنم یه ذره ضعیف‌تر از ولاگای قبلی بوده و اینا. حتما سعی میکنم بعد امتحانام یه ذره بیشتر روی یوتیوبم تمرکز کنم و وقت بیشتری برش بذارم. این از این. و اینکه کلاس پیانو هم دارم سه شنبه، هیچ تمرین نکردم، دو سه جلسه نرفتم به خاطر امتحانام، تعطیلاتی که حالا بوده. دیگه باید این دو روز هم اونو تمرین کنم هم دوتا درسام بخونم. این از این. و اینکه دوستم هم راستی از آرایشش خیلی خوشش اومد، میگم که چون دوست داشتیم حالا اون روزی که میخواد بره عروسی من آرایشش کنم و اینا، موهاش هم قراره مثل اینکه من درست کنم، گفتیم یه روز زودتر حالا امتحان کنیم ببینیم مثلا چه جوری میشه، از اون سبک خوشش میاد یا نه. منم اصلا واقعا نه ادعایی توی زمینه دارم، نه اطلاعاتی دارم، نه چیزی بلدم. اون چیزی که همیشه فکر میکنم به صورت خودم میاد و رو صورتمون پیاده کردم. یعنی اگه یه نفر دیگه بیاد ممکنه من همون آرایشو بکنم اصلا بهش نیاد. ولی الان دوستم به نظرم با نمک شد، نمیدونم. حالا شما نظرتون رو برام حتما تو کامنت ها بگین ببینم چه جوری شد، چون خودش همیشه اینجوری مثلا روز قرمز میزنه بعد هیچ وقت آرایش چشم و اینا نداره، ولی من برعکس مثلا روز قرمز نه خیلی کم پیش میاد بزنم واقعا، مگر مثلا
برای ولاگا و اینا چون چهرم خیلی تکراری میشه، میگم که بذار مثلا یه ذره تنوع بدم، بعضی وقت روژ قرمز بزنم، مثلا بیرون میرم زیاد آرایش آنتانی نمی کنم، شاید باورتون نشه ولی بیشتر به خاطر ولاگا میگم یه ذره بذار شما که دارین انقدر به من انرژی خوب میدین، انقدر روحیه میدین به من، برای من ارزش قائل میشین و وقت میذارین، منم به خودم برسم، منم ترتمیز باشم، آرایش کنم، حالا مثلا یه بار مثلا استایل دخترانه بزنم یه بار اینا. به خاطر همین من مثلا یه وقتایی حالا بیشتر آرایش میکنم و اینا، به خاطر اینه واقعا، وگرنه مثلا فرقی نمیکنه برام. خیلی وقتا هم شده بدون هیچی، یعنی بعد یه سوالی هم که شما همش میپرسین، نمیدونم مثلا از چه کرمی استفاده میکنی، از نمیدونم چه خطی چشمی استفاده میکنی، چه رژ لبی، چه رنگی فلان اینا، مثلا سوالایی که میپرسین، گفتم بهتون بگم که من تیر ماه که دوستم قراره بره عروسی، قراره که من آمادش کنم و میخوام ولاگ بگیرم که با جزئیاتر مثلا بهتون بگم که من چی کار میکنم. سلیقه یه دیگه، حالا ممکن اصلا یه نفر متخصص باشه بیاد اونجا بنویسه که نه اصلا درست نیست، اصولی نیست، ولی یکی ببینه خوشش بیاد و اون کار رو انجام بده. و اینکه حالا من وقتی یه ولاگ میگیرم فکر کنم با نمک بشه، به تمام اونا جواب میدم دیگه، همین دیگه. من الانم کرم نزدم، مثلا خیلی وقتا تو ولاگا من کرم نمیزنم بچه، کانسیلر میزنم. کانسیلر همون برای زیر چشمه که یه جورایی مثلا فکر کنید من چون اینجا مثلا تیره نیست خب، ولی چون که چشم رو مشکیم سایه میندازه، یه ذره اینجام کانسیلر میزنم روشن‌تر بشه که وقتی سایه میندازه دیگه حالت نرمال بشه. بعد خیلی تو همش فکر میکنید مثلا من کرم زدم، هی مثلا کامنت میذارین کرم پودر چیه مارکش اینا، کرم زدم تو بعضی از ولاگا، ولی اکثرا مثلا فکر کنم همین الان اصلا کرم نزدم، مثلا هی مثلا بعضیا میپرسن که من اصلا کرم نمیزنم زیاد. خب بیشتر کلا چیزی که خیلی دوست دارم همیشه ریمل و موژه است، از بچگی کلا خوشم میومد، اگه نباشم اوکیم دیگه. گفتم براتون اینا توضیح بدم، مرسی که هستین، خیلی 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 دوستتون دارم، مرسی که تا اینجا همراه هم بودین و این ولاگ یه ذره متفاوت بود، اون سبکای خانوادگی و اینجور چیزا نبود. من تصمیم دارم حالا تو این تابستون که تایمم آزاد شد چون ترم تابستونی و اینا ندارم، یه کانال دیگه بزنم و تو این کانال دوست دارم با هم دیگه خیلی تعامل بیشتری داشته باشیم. تو این کانالی که حالا الان دارم بیشتر اینجوریه که من حالا شما رو به جمع خانوادگی، طبیعت گردی، آشپزی اینا دعوت میکنم، براتون آشپزی میکنم، حالا انواع مثلا کیک و شیرینی و اینا بهتون مثلا حالا آموزش میدیم، حالا من یا شادی جان یا مامان جان با همکاری هم دیگه، کلا یه جورایی حالت روزمرگی طوره. ولی اون کانالی که قرار بزنم دوست دارم توش با هم دیگه بیشتر تعامل برقرار کنیم، یعنی که بیشتر با هم صحبت کنیم، شما مثلا بیاین راجع به یه موضوعاتی که دوست دارین با من مثلا یک گروه یا یک کانال تلگرامی بزنم، شما اونجا با من بیشتر در ارتباط باشین، از تجربیاتتون برام بگین، راجع به مسائل مختلف با هم صحبت کنیم و من جمع‌آوری کنم اونا رو و بیام براتون تو ولاگ‌های مختلف تعریف کنم یا صحبت کنم. یه جورایی میشه گفت مثلا نظریه هاتون راجع به مسائل مختلف، نمیدونم هر چیزی که شما فکرشو بکنی، اون ولاگ یه ذره شخصی تره، یعنی قراره که بیشتر خودم باشم و اینکه بیشتر صحبت کنیم با هم دیگه. حالا یه بار با استفاده از داستان‌ها و تجربیات شما، یه بارم با توجه به تجربیات خودم، با توجه به نظریات دوستانی که میان کامنت میذارن اینا، خیلی دوست داشتم، یعنی من کلا خیلی لذت میبرم از صحبت کردن راجع به خیلی از مسائل مختلف، از نمیدونم مسائل نمیدونم سیاسی، فرهنگی، هنری، همه چی، راجع به هر موضوعی که شما بگی، اجتماعی، خانوادگی، نمیدونم مثلا روابط و اینا، کلا من خیلی دوست دارم راجع به همه چیز صحبت کنم، برام لذت بخشه، یعنی کلا یکی از لذتام تو زندگی با در کنار آدمای دیگه اینه که بشینم باهاشون راجع به مسائل مختلف و دیدگاه‌هاشون صحبت کنم.
حالا این به چه صورته؟ من دوست دارم بیام یه گروه تلگرامی گروه یا حالا کانال تلگرامی بزنم، یه موضوعی رو بندازم وسط راجبش صحبت کنم و شما نظریات حالا شخصی یا هر چیزی که راجبش میدونین رو بیاین توی اونجا راجبش صحبت کنین. حالا شما همتون هر کدومتون یه نکته میاد اضافه میکنه به اون چیزی که من گفتم و این یه مجموعه کامل راجع به یه موضوع میشه که ما میایم با هم دیگه تو ولاگ مختلف راجعش صحبت میکنیم. من گفتم اینو بهتون که آمادگیشو داشته باشین. من کم کم میخوام یکم در اون زمینه فعالیت کنم چون من واقعا خیلی لذت میبرم، خیلی دوستش دارم اینو و اینکه مرسی دیگه، مرسی که هستین. اگه قرار باشه من یه کانال دوم داشته باشم، به نظر شما من تو چه هیته‌ای بیشتر فعالیت کنم؟ من خودم واقعا علاقم به اینه که بخوایم بشینیم با همدیگه راجع به موضوعهای مختلف صحبت کنیم، حتی بعضی وقتا مثلا فان کنیم قضیه رو، بازی کنیم، نمیدونم هر چیزی که شما ممکنه. حالا مثلا بعضی از ویدیوها با داداشم همکاری کنیم. یه تصمیمات اینجوری دارم ولی دوست دارم نظر شما رو هم بدونم. اگه این ولاگو تا آخر نگاه میکنین حتما برام کامنت کنین که نظر شما راجع به این موضوع چیه، که اگه من حالا بخوام یه کانال دوم تو این هیته بذارم شما براتون جذاب هست یا نه. دیگه خلاصه این از این، منم دیگه برم به کارام برسم، دستم بخونم. مراقب خودتون باشین، خیلی 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 دوستتون دارم. تا ولاگ بعدی، خداحافظ.